سلام میگم به شما بر... برادر... خوب الان بگم سلام سلام میگم بالاخره به شما برادران و خواهران عزیز کلیسای عزیز آلفا و اومگا چقدر دلم تنگ شده بود برای دیدن روی زیبا و دوست داشتنی تک تک شما عزیزان جای شبانان عزیزمون خالی هست خیلی آرزو میکردم که عزیزان رو و همینطور بقیه خواهر و برادرانی که نیستن رو امروز میدیدم فکر میکنم پنج هفته من نبودم <تص> پنج هفته و نیم در کلیسا نبودم پنج یک شنبه متاسفم که نبودم اما خدا رو شکر خدا فیض بخشید در کارم که میتونم به جاهای مختلف برم و اونجا با ایمانداران برادران و خواهران زیادی رو ببینم خوشحالم که از این کلیسا میرم و فرستاده میشم هر جایی که میرم صحبت بسیار از کلیسای آلفا اومگا دارم که بکنم خیلی از عزیزان دوست دارم و مشتاقن که بیان و این کلیسا رو ببینند و سلام گرم از همه جا به شما عزیزان رسوندن و خیلی خوشحالم که و خیلی دوست داشتم البته امروز بعد از پنج هفته اینجا می نشستم و خدمت می شدم اما خدا رو شکر خداوند این فیض و بخشید شبانان این فرصت رو دادن تا بتونم پیامی از کلام خدا رو با قلب... که با قلب خودم خداوند در یک ماه گذشته مخصوصا تو سفری که داشتم با من صحبت کرد و من رو تو قسمت‌هایی بیدار کرد بتونم اون پیام رو با شما در میون بذارم پس واقعا میخوام بگم اول از هر چیز این پیام برای خود من بوده و هست چیزی که دارم دو هفته درش زندگی میکنم باش کلنجار میرم و خوشحالم که میتونم با شما در میون بذارم این پیام شاید برای ایده ای امروز اینجا تشویق باشه تشویق کننده باشه برای عده ای شاید تعلیم باشه تربیت باشه برای ایده ای مثل خود من این پیام رو موقعی که خدا با قلب من صحبت کرد بیشتر هشدار و یک تلنگری بود که به خودم بیام و شاید برای ایده ای این گونه باشه اما هر آنچه که هست پیام خدا هرگز محکوم کننده نیست پس اگر احیانا کسی نه امروز هر روزی که کلام خدا رو میشنوی احساس محکومیت یا احساس تقصیر میکنی بدون این قلب خدا نیست قلب پدر برای من و شما نیست پدر ما رو تنبیه میکنه ما رو اصلاح میکنه اما هرگز محکوم نمیکنه پس با این امید وارد کلام خدا میشیم چهار هفته پیش اگر اشتباه نکنم عید پنتیکاست بود درسته عید پنتیکاست رو جشن گرفتیم من اینجا نبودم صدای من به خود من برمیگرده الان فکر کنم بهتر شد رو جشن گرفتیم پنتیکاست هم همه میدونیم که چه روزی هست روز تولد کلیسا روز نزول روح القدس هست ما در کتاب اعمال باب یک میخونیم زمانی که عیسی مسیح خداوند روزهای آخر رو در واقع شاید اون لحظات آخر رو با شاگردان خودش وقت داشت به اونها گفتش که در اورشلیم بمانید اورشلیم رو ترک نکنید و منتظر اون وعده پدر باشید چیزی که از من شنیدید یحیی شما رو با آب تعمید میداد اما چند روزی بیشتر نمیگذره که شما با روح القدس تعمید شاگردان به حرف عیسی گوش میدن در اورشلیم موندن نمیدونستن چقدر اما کلام خدا میگه ده روز اونها در دعا در یک دلی در انتظار صبر کردن تا اینکه ما در باب دوی کتاب اعمال رسولان روز عظیم عجیب و مافوق و طبیعی پنتیکاست رو میبینیم روزی که بعد از ده روز روح القدس بر شاگردان بر 120 نفر که در اون بالاخانه بودند مثل زبانهای آتش بر اونها قرار گرفت داستان رو همه میدونیم و ما میدونیم که کیفیت زندگی اونها اصلا به نوعی زندگی اونها شخصیت اونها همه چیز در اون روز عوض شد همه چیز تغییر کرد و اونها تبدیل به یک آدمایی شدن که برای ما الان قهرمانان ایمان هستن وقتی ما کتاب اعمال رو میخونیم زندگی شاگردان خدمت اونها خیلی برای ما خارق العاده است و رول قدوس کلا من فکر کنم همه ما روح القدس رو دوست داریم مخصوصا ما ایرانی ها و افغان ها چون خیلی بیشتر اهل هیجان هستیم آلمانی ها نه. مثلا اونجوری فقط دعا میکنن کم های میمونن های گایست میاد هیچ بیچ اتفاقی نمیفته و میرن پر میشن از روح القدس ولی ما معمولا خیلی دوست داریم مخصوصا وقتی که سرود روح القدس رو میزنیم روح القدس بیا همه دستای خودمون رو بلند می‌کنیم روح القدس بیا یه کسی شاید نیاز به تسلی داره بیا خدا من, من رو تسلی بده من رو آرامی بده ایده شاید اشک بریزن یکی زانو بزنه یک نفر قدرت روح القدس رو بگه روح القدس بیا به من قدرت بده به من حکمت بده یک شخصی شاید برای عطایای روح القدس دعا کنه روح القدس بیا به من عطایا بده منو مس کن نه همه این چیزها رو ما از روح القدس میخوایم وقتی که در مورد روح القدس صحبت میکنیم و همه اینا درست هم هست رول قدوس میاد که به ما تسلی بده رول قدوس میاد که به ما شفا بده به ما آرامی بده رول قدوس میاد ما رو آزاد کنه از اسارت ها این کار رول قدوس است رول قدوس هست که میاد به ما عطایای روحانی میده به ما قدرت میده ما رو تجهیز میکنه ما رو برای خدمت مس میکنه همه اینها رول قدوس است همه اینها کار روح القدس است عطایای روح القدس است خدمت روح القدس است اما یک سوالی که میخوام با هم بهش فکر کنیم این هستش که روح القدس اصلا برای چی بر ما میاد روح القدس برای چی میاد و به ما آرامی میده به ما تسلی میده روح القدس چرا میاد و ما را از اسارت‌های خودمون آزاد میکنه روح القدس چرا به ما عطایا میده به ما قوت میده به ما مس میده دلیل اینها اصلا برای چیه برای چی ما قدرت و عطایا رو از رول قدوس دریافت میکنیم برای چی ما میایم پری رول قدوس رو دریافت کنیم پر بشیم که چی بشه خیلی موقع ما این دعا رو میکنیم که بیا منو پر کن منو مس کن من ولی برای چی برای اینکه فقط ما یک زندگی راحتتر و بهتری داشته باشیم به قول آلمانیا یا یاین هم آره هم نه مسلما روح القدس میاد ما رو خدمت کنه عیسی او رو به عنوان مدافع به عنوان پشتیبان به عنوان تسلی دهنده معرفی میکنه اما اگه بخوام سوال رو واضح تر بپرسم دلیل اصلی آمدن و نزول روح القدس برای چی بود ایسا چه وعده ای، چه حرفی از آمدن روح القدس به شاگردان زد؟ چون عزیزان این خیلی مهمه دلیل آمدن روح القدس رو اگر ما ندونیم بعضا ایمانداران و کلیسای مسیح نه کلیسای ما کلیسای مسیح میتونه این دلیل رو گم بکنه ما انقدر از روح القدس دریافت میکنیم شفا، آزادی، تسلی، نمیدونم گریه کنیم به رو بیفتیم، به پشت بیفتیم شهادت بدیم، برکت بگیریم، سرود بگونیم، بخونیم، به زبانها صحبت کنیم همه اینها اوکی باید انجام بشه فقط چرا؟ و کلیسا بعضا میتونه این دلیل رو گم کنه که همه اینها اتفاق میفته برای یک چیزی و ایسا پیش از اینکه به آسمان صعود کنه کاملا به صورت واضح و مشخص به شاگردانش گفت روح القدس برای چی داره میاد و شاگردان با علم به اینکه که میدونستند وقتی روح القدس بیاد اونا قراره چه اتفاقی براشون بیفته منتظر روح القدس میمونند ما این رو در اعمال رسولان باب یک آیه هشت میبینیم میگه چون رول القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم تمام یهودی سامره و تا دورترین نقاط جهان میگه چون روح القدس بر شما میاد شما قدرت میگیرید قدرت میگیرید تا شاهدان من باشید روح القدس با میاد به ما قدرت میده به ما تسلی میده به ما شفا میده به ما آزادی میده به ما مس میده هر آن چیزی که به ما میده اون قدرتی هست که به ما میده تا ما شاهد مسیح باشیم دلیل اصلی آمدن روح القدس عزیزان این بود این هست و این خواهد ماند تا از من و توی انسان خاکی و فانی انسانی که در گناه بوده شاهدین خدای زنده بسازه این دلیل اصلی آمدن روح القدسه هر آن چیزی که روح القدس به من و تو میده نمیخوام دیگه دوباره تکرار کنم همه فقط و فقط و فقط به یک دلیل هست نه من تو زندگی راحتتر و بهتری تو این دنیا داشته باشیم برای اینکه ما شاهد مسیح باشیم شاهد اعمال مسیح باشیم شاهد محبت مسیح باشیم شاهد بر فیض عیسی باشیم شاهد بودن اتفاقا از جنبه های متفاوتی میشه بررسی کرد شبانان عزیز اگر هدایت بشن شاید در هفته های آینده بتونن در این قسمت صحبت کنن زندگی یک شاهد شاهد بودن در خانه و خانواده ما چطور در خانه خودمون میتونیم شاهد مسیح باشیم اولین و مهمترین مأموریت یک ایماندار هست با همسر با فرزندان با دوستانمون در خانهمون در کلیسا ما چطور میتونیم شاهد مسیح باشیم خیلی موقع ما فکر میکنیم ما بیرون باید شاهد باشیم اما از ما در کلیسا هم باید شاهد مسیح باشیم من وقتی امروز خودم به این قسمت فکر میکردم و من خودم خیلی جاها اتفاقا در کلیسا شاهد خوبی برای مسیح نبودم و شاهد بودن در جامعه و در دنیای بیرون هست که چطور ما میریم و خبر خوش رو به دیگران میرسونیم که امروز در این قسمت میخوام صحبت کنم ما شاهد بودن رو در زندگی شاگردان مسیح از همون ابتدا میبینیم ما وقتی که به کتاب اعمال رسولان از باب دو به بعد نگاه می میبینیم وقتی که میخونیم شاگردانی رو میبینیم که چطور قهرمانانه چطور دلیرانه میرفتن تو دل فریسی ها، میرفتن به وسط معبد و شروع میکردن در مورد مسیح صحبت کردن مسیحی که پنجا روز قبل به صلیب کشیده بود اما چطور اونها انگار جونشون کف دست خودشون گرفته بودن و میرفتن تو دل دشمن و ما نگاه میکنیم میبینیم واو چه قهرمانایی و تاریخ کلیسا میگه بجز یوحنا بقیه رسولان همه شهید شدن یعنی همه جان خودشون رو برای مسیح دادن و ما میگیم چه ایماندارایی ما هرگز به گرد پای اونام نمیرسیم چه برسه اصلا بخوایم خودمون رو با شاگردان مقایسه کنیم انقدر ما مجذوب این قهرمانی شاگردان در اعمال میشیم کتاب اعمال رسولان میشیم که زندگی گذشته اونها رو در اناجیل فراموش میکنیم. ما وقتی اناجیل رو میخونیم چهار تا انجیل رو دوازده شاگردی که سه سال و نیم با عیسی مسیح خداوند زندگی کردند. سه سال و نیم با او خوردن با او همراه شدن با او همسفر شدن سه سال, سه سال و نیم تعلیمات مسیح رو گوش دادند معجزات عیسی رو دیدن جلو چشم اونها مرده رو زنده کرد چه چیزهایی اونها دیدند از مسیح اما آخرش چی شدن این شاگردان یهودا او رو فروخت یکی از شاگردان بود دیگه یهودا دشمن که نبود فریسی نبود پتروسی که این همه ادعا میکرد منم منم بزبوزه ها موقعی که گفتن آقا تو با اینی نه سه بار من گفت من اون نمیشناسم پتروس که من او رو نمیشناسم یوحنا ترسان و لرزان روزش صلیب پشت زنان داشت میرفت تا یکم ایثار به بب... از دور ببینه و جالب از حالا به این فکر کردین در مورد نه تا شاگرد دیگه از باغ جتسیمانی که ایثار رو دستگیر کردن تا صبح قیام که عیسی خودش رو به اونها آشکار کرد اصلا در مورد این نقطه چی نوشته نشده اینا کجا قایم شده بودن از ترس جونشون تو کدوم سوراخ فرار کرده بودن که رومی ها اینها رو پیدا نکنن که فریسی ها اونها رو لو ندن نه تا شاگرد عیسی قایم شده بودن از ترس هیچکی نمیدونه اینها کجا بودند اما همین شاگردان همین شاگردان که ترسو بودن که لرزو بودن همون پتروسی که سه بار گفت من او رو نمیشناسم چون روح القدس بر او آمد قوت گرفت و تونستن شاهد عیسی باشن میخوام بگم وضع من و شما اتفاقا شاید از خیلی از اون شاگردان بهتر باشه منو و شما با عیسی ننشستیم غذا نخوردیم راه نرفتیم معجزاتش ندید کلامش ندید ما ایمان داریم فقط با ایمان هست که زندگی میکنیم و از ما خیلی از اونا بهتره پس اتفاقا ما میتونیم خودمون رو با شاگردان در کتاب اعمال مقایسه کنیم ایزا مطمئنا اونها هم نیاز به شفا داشتن نیاز به تسلی داشتن نیاز به آزادی داشتن و همه اینها رو دریافت کردند. همه اینها رو گرفتن مطمئنا اونها هم نیاز به قوت و مس رول قدوس داشتن که گرفتن اما اونها میدونستند برای چی دارن دریافت میکنن اونها میدونستند دارن از رول قدوس پر میشن رول قدوس بر اونها آمده تا شاهد مسیح باشن ما پتروس رو میبینیم وقتی شروع میکنه در باب دو در باب سه وقتی شروع میکنه به موعظه کردن خودش رو اصلا معرفی نمیکنه که من شاگرد عیسی بودم من رسول عیسی هستم من خادم عیسی هستم عیسی من رو فرستاده نه در اولین معزش که سه نفر به او ایمان آوردن در باب دوای 32 میگه عیسی خود گفت همین عیسی که خدا او رو برخیزانید و من شاهد بر او هستم در باب سه آیه 15 میگه ایسا خدا عیسی رو از مردگان برخیزانید و ما شاهد او هستیم شاهد عیسی هویتی که شاگردان بعد از دریافت روح القدس به خودشون گرفتن همه ما هویت خودمون رو در مسیح میشناسیم چند وقت پیش سمینار قلب پدر رو داشتیم ما فرزند خدا هستیم ما فرزند محبوب هستیم ما فکر میکنم همه شاید هر روز اعلام کنم من هر روز این دعا رو میکنم خداوندا مرسی که من فرزند تو هستم تو پدر من هستی من یه روز دیگه میتونم فرزندی تو رو تجربه کنم این هویت رو همه ما پذیرفتیم اما چند بار ما خود من صبح از خواب بیدار شدم و اولین هویتی که رو خودم اعلام کردم مرسی خداوند که من شاهد تو هستم شاگردان این هویت رو پر گرفته بودند شاگردان با این هویت زندگی میکنند که من شاهد عیسی هستم وقتی ما باور میکنیم که فرزند خدا هستیم دیگه بعد عبور کنیم ازش در این فرزندی خودمون هست که ما هویت جدیدی رو میگیریم همه ایماندارا چطور همین امروز قلبت رو به مسیح دادی یا صد سال ایماندار هستی از همون لحظه این هویت همونطوری که در یک لحظه ما فرزند رو نمیگیم که الان مثلا تو ایمان بیار کلاس حقجیان و هدفمند رو بگذرون بعد اینم بیا بد فرزند خوانده میشی نه همون لحظه که ما قلبمون رو باز میکنیم مسیر رو می... ما میپذیریم به ما داده میشه فرزند خواندگی درسته آمین <applause> همونطور هم عزیزان همون لحظه که من و تو پر میش روح القدس رو دریافت میکنیم به من و تو داده میشه شاهد عیسی شاهد ایسا شاگردان با باور به این هویت که اونها شاهد ایسا هستند به این دنیا رفتند و خبر نجات رو به انسانها رسوندند اونها میدیدند که این دنیا نیاز به نجات داره اونها میدیدن اون شهری که اونها درش زندگی میکنن مردم هر روز بیشتر از قبل دارن در تاریکی و مرگ فرو میرن به سمت هلاکت میرن و آیا من و شما این رو میبینیم دنیایی که من و تو داریم درش زندگی میکنیم دنیایی که هر روز بیشتر از قبل داره در شریر فرو میره این دشمن قسم خورده انسان شیطان هر روز داره به عناوین مختلف و متفاوتی یک روز با سیل، یک روز با زلزله، یک روز با جنگ، یک روز با قحطی با بلایای متفاوت، با بیماری های مختلف داره انسانها رو به کام مرگ میکشه در دام خودش فرو میبره در طی دو سه سال گذشته چند میلیون نفر تو این دنیا به خاطر بیماری کرونا جون خودشون رو از دست دادند که اگر این بیماری نبود امروز زنده بودند و چند درصد از این افراد خدا رو شکر برای اون افرادی که متاسفم که نیستند افرادی که به خاطر کرونا رفتن خدا رو شکر که اره افرادی که نجات رو داشتند و رفتن اما چند درصد افرادی که به خاطر این بیماری جونشون رو دادند نجات رو داشتند چند درصدشون همه ما اینو تجربه کردیم توی دوستمون آشنامون تو کلیسامون تو عزیزانمون دیدیم که این بیماری با کسی شوخی نداشت و نداره دو سه سال پیش اگه به ما میگفتن چه این اتفاقی میخواد بیفته کی باور میکرد کی باور میکرد هیچ کس از من نمیخوام نبوت منفی بکنم و اعلان منفی بکنم اما کی میدونه بلای دیگری و بدتری در راه نباشه کی میدونه که من و تویی که از این در میریم بیرون مردمی که بیرون این در هستن خانواده های ما دوستان ما عزیزان ما نزدیکان ما چقدر فرصت برای زنده بودن و زندگی کردن دارن چقدر فرصت برای شنیدن دارن چقدر انسان ها هستن بدون اینکه خبر خوش نجات رو بشنوند به کام حلاکت و مرگ میرن از اون زبونم لال و خدا نکرده و دور از جون و اینا این تعارفات رو بذاریم کنار هممون حداقل تو این دو سه سال تجربه کردیم زبونم لال و دور از جون و خدا نکرده این بیماری با کسی نداشت پولس رسول در این رساله رومیان باب ده آیه سیزده تا هیوده اینطور میگه زیرا هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت هللویا هر که نام عیسی مسیح خداوند رو بخونه نجات پیدا میکنه یعنی بگه عیسی من تو رو به عنوان خداوند خودم میپذیرم نجات پیدا میکنم همین گفتن کافیه آمین هر که نام عیسی مسیح خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت اما اما چگونه کسی رو بخوانند که به او ایمان نیاوردند؟ چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیدند چگونه بشنوند اگر کسی به آنان معیزه نکند چگونه معیزه کنند اگر فرستاده نشوند چنان که نوشته شده چه زیباست پایهای کسانی که بشارت می آورند اما همگان بشارت را نپذیرفتند زیرا اش ایام می گوید چه کسی ای خداوند پیام ما را باور کرده است پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود عزیزان پولس از من و تو سوال میکنه چطور این افرادی که دارن هلاک میشن و دارن به سمت دنیای مردگان میرن ایمان بیارن اگه نشنوند اگه کسی به اونها نگه اگه کسی به این بیرون نره و خبر خوش رو به اونها معیزه نکنه اگر کسی نره و به اونها نگه امیدی برای تو در ایسای مسیح هست اگر کسی نره و به اونها نگه یک راه نجاتی از گناهان برای تو هست اگر کسی نره چطور انسان ها نجات پیدا کنند اگر من و تو به سمت اونها نریم از آن جواب این چگونه ها من و تو هستیم. من و تو جواب اون چگونه ها هستیم. چگونه دوست من، همسایه من، اهل خانه من، همکار من، همکلاسی من ایسا رو بخونه و به او ایمان نیاره. چگونه؟ اگه من نرم بهش نگم. چگونه به کسی ایمان بیاره که ازش نشنون؟ من باید برم و به او بگم و او از من بشنوه. از آن این معموریت رو به من و تو سپرد به کلیسا سپرد و قدرت بزرگ و روح القدس رو به ما داد ما ضعیف نیستیم اگر روح القدس رو داریم ما ترسو نیستیم ما ضعیف نیستیم ما در موزه ضعف نیستیم هر آن چیزی که من و تو برای انجام این معموریت نیاز داریم عیسی به ما داده ما وظیفه داریم که نور مسیح رو نور انجیل رو به این دنیای تاریک ببریم و از طریق این نور این دنیا رو تاریک کنیم تا گم شده ها ببینن افراد خیلی زیادی هستن من جلوتر خواهم گفت که اصلا نمیدونن گم شدن اصلا نمیدونن خدایی هست اصلا نمیدونن نجاتی هست اصلا نمیدونن انجیل لوقا با 15 داستان اون زن هست میگه یک پیرزنی بود ده تا سکه خودش رو گم میکنه چراغ یکیشو ده تا سکه داشت یک سکه نقره داشت خیلی براش با ارزشو یکی رو گم میکنه چراغ روشن میکنه میگرده و اون یکی رو پیدا میکنه و شروع به جشن و سرور میکنه و میگه به همین سان هر کسی که نجات پیدا کنه فرشتگان برای او پایکوبی میکنن اگر اون پیرزن چراغ رو در خانه خودش روشن نمیکرد آیا اون سکه پیدا میشد؟ این شما رو میخواین خاموش کنید چون داره خطرناک میشه مرسی اگر من و تو من فقط خاموش کنید بذارید میخوای چی میشه؟ اوکی سوزی خواهرم خیلی عشق ریخت این شمع امروز با من اوکی خب مرسی حواسا بیاد دوباره اینجا اون پیرزن اگر چراغ رو خاموش نمی روشن نمی کرد سکر رو پیدا نمیکرد، در تاریکی خانه خودش من و تو عزیزان اگر این نور رو انجیل مسیح رو به دنیای تاریک نبریم و به دست مردم این چراغ این نور الهی رو ندیم چطور اونها خودشون رو در تاریکی و گمشدگی شدگی ببینن و بردن این نور اصلا کار سختی نیست اصلا کار سختی نیست افرادی که ما هر روز باهاشون روبرو میشیم و هرگز چیزی از مسیح نشدن ما هر روز در طول هفته از به جاهای متفاوتی میریم که افرادی تو تاریکی هستن تو محل کار ما فارسی زبانهایی شاید باشن در همکلاسی ما در کلاس درس در مدرسه در دانشگاه در کلاس زبان تو مرکز خریدی که میریم تو رستوران تو کافه تو همسایگی ما در تمام این جاها من و تو میتونیم شاهد عیسی باشیم و نور کلام خدا رو انجیل رو به او پخش کنیم اگر این کلام اگر این انجیل زندگی من و تو رو عوض کرده پس ما قادریم تا اونو به دیگران بدیم ما خجالت نمیکشیم ما شرمنده نیستیم برای ما آر نیست پولس رسول در رومیان باب یک آیه 16 میگه زیرا از انجیل سرفکنده نیستم زیرا از انجیل مسیح آر ندارم چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد هللویا میگه از انجیل من سرفکنده نیستم من خجالت نمیکشم برم اینو به یه نفر دیگه بدم و بگم این کتاب زندگی منو عوض کرد پس میتونه زندگی تو رو عوض کنه من آر ندارم من خجالت نمیکشم قدرت خداست قدرت خدا تو دست من و توست وقتی این رو به یک نفر دیگه میدیم و باعث نجات او میشه من چهار هفته در ترکیه بودم و اونجا تو دورهای متفاوت آموزشی بودیم و قسمت های مختلفی اجازه داشتم خدمت کنم با گروه‌های متفاوتی اما واقعا قسمت‌هایی که خیلی برای خود من پربرکت بود تجربه های بشارتی که اونجا داشتیم توی ترکیه خب خیلی مخصوصا تو این فصل از مسافرین ایرانی خیلی زیاد هستن و چقدر افراد زیادی اونجا هستن یک بار واقعا چیزی که اصلا فکرش رو نمی‌کردم میخوام دو تا موردی بگم که موردهای خیلی زیادی بود نمیتونم همه اما دو تا موردی که اصلا فکرشو نمیکردم این شخص بخواد اصلا توجهی بکنه به حرف من و بخواد انجی رو از من بگیره خب من اونجا توی یک خونه ای که بودم اینترنت نداشت و چون کار من خیلی آنلاین بود سه روز چهار روز توی هفته من مجبور بودم برم توی کافی شاپی بشینم و اونجا 5 ساعت کار کنم که اینترنت هم داشت و از اینترنتشون استفاده کنم یه روز توی یکی از این کافی شاپی که رفتم با یکی از همکارام داشتیم کار می‌کردیم گارسونی که اونجا بود یک دختر خانومی بود ایرانی بود و متوجه شد ما فارسی صحبت میکنیم با ما اومد و خیلی به ما در واقع حالا محبت میکرد سرویسی که میداد و اینها و منم یکی دو تا جلسه آنلاین داشتم وسطش شوره حسینی منو میگرفت صدای من بلند میشد این بنده خدای میگفت تو رو خدا آروم اینجا بازم مشتری نشسته و اینا و کار ما تموم شد اومدیم بریم همکار من با من بود گفتش که بیا بهش انجیل بدیم یعنی داشتیم از این انجیل ها و من بهش گفتم که ببین اینایی که تو اینجا هستن اینا حتما همه پناهندن همه شنیدن همه کلیسا رفتن حالا یا ایمان داره یا نه ولی حتما این شنیده گفت حالا بیا ما بکنیم این کار بکن فوقش میگه نمیخوام دیگه دیگه به حال اینو ما صدا کردیم که اومد حساب کنه گفتم من ازش عذرخواهی کردم گفتم ببخشید من برای سازمان مسی کار میکنم من چندتا تا جلساتی رو بعد شرکت میکردم واسه همین صدای من کم بلند شد عذر میخوام و بعد بهش گفتیم که ما مسیحی هستیم و میخوایم به شما یه هدیه بدیم یا این دختر موند و گفتیم که آره این انجیل عیسی مسی و این کتاب زندگی ما رو عوض کرد و دوست داشتیم به شما بدیم شاید به شما کمک کنه این دختر این کتاب و با تعجب به این کتاب نگاه میکرد انجیل به فارسی مگه اصلا هست مگه داریم یعنی چی چه و میخواست بشنوه یه کتاب دیگه بشنوه گفت من اتفاقا خیلی کنجکاوم من خیلی دوست دارم بشنوم و خیلی و انقدر از ما سوال که و من اصلا شوک بودم یک ایرانی توی ترکیه اصلا نمیدونست که اصلا کلیسای فارسی هست انجیل فارسی میتونه وجود داشته باشه و گفت من حتما این کتابو میخونم من حتما این کتاب مرسی که به من این کتابو دادید و ما اونجا اسمشو ازش پرسیدیم براش دعا کردیم و من اصلا فکرشو نمیکردم که این شخص اصلا ندونه چنین چیزی وجود داره یک روز دیگه با گروه بشارتی توی نمیدونم از دان که استانبول رفتن میدان تکسیم و خیابون استقلال که همه فروشگاه و اینا هستش و نمیدونم فقط چرا پر از خانم ایرانی بود این خانم یا بدون شوهراشون اومده بودن یا شوهراشون تو هتل مونده بودن بالاخره ما اونجا 98 درصد از ایرانی ها و فارسی زبان ها خانوم خانم بود برای خرید به حال جای مناسب البته زیاد برای مردان نیست اگه رفتید نرید آقایون به ما اونجا سعی می‌کردیم حالا چه مردهایی رو می‌دیدیم با خانوم‌هاشون. یه عده داشتن پشت خانم‌ها بودن یه عده که بالاخره داشتن می‌مدن و یه خانومی، یعنی دیگه آخرین تو چه دیدیم یه خانم یک یک دونه دست ما مونده بود دست من مونده بود گفتم یک دونه رو ما بدیم و بریم و من یک خانمی از دور داره ایرانی با موبایل صحبت می‌کنه و به این خ... گفتم که این اصلا اصلا بگیره یک خانم شیک سانتیمانتال همه برند پوشیده بود و خیلی با کلاس و اصلا بوی عطرش از دور می اومد و گفتیم این اصلا از اونایی که اصلا بریم ما رو نگاه نمی جوابمون رو نمیده و اینا و رفتیم با اون اکیپ دو سه نفری که مصاحبه کردیم شما ایرانی هستین برگشت گفتش که بله گفتیم ما میخوام یه هدیه به شما بدیم و یکم گفت چه هدیه ای و این انجیل رو بهش دادیم و چشمای این زن یک برقی زد و به من گفت ارزشترین چیزی که یک نفر میتونست به من هدیه بده رو شما به من دادید گفت من هرگز فکر نمی کردم. یک روزی یک کسی به من انجیل بده و من یعنی داشت تلفن رفت من گلوم پر از بغض شده بود و گفتم خداوند تو چقدر زنده ای و چقدر بزرگی و چقدر کار میکنی افرادی که تو این دنیا به ظاهر همه چیشون پرفکته همه چیشون کامله هیچ نیازی ندارن و ما من میترسیدم میگفتم برم مثلا این زنه جواب من نمیده این خانم اما او چقدر در درون خودش محتاج و نیازمند خدا بود چقدر هر چقدر او از بیرون پر بود او انقدر از درون خالی بود که با دیدن این کتاب چشماش برق زد و چقدر این گونه مردم عزیزان این بیرون این درزیات هستند عزیزان بشارت دادن و صحبت کردن با دیگران نه الهیات میخواد نه گذروندن دوره های کلیسایی میخواد نه عضو بودن در گروه بشارتی میخواد نه نمیدونم نشستن در پای 800 ساعت موعظه میخواد نه یه نفر بیاد یه سطل روغن رو من بریزه منو مست کنه منو تقدیس کنه نمیدونم چهارتا کشیش بیان صلیب بکشن هیچی نمیخواد بزرگترین درس بشارت رو بزرگترین آموزه بشارت رو ما در انجیل یوحنا باب نو از یه کور میبینیم یه کور مادرزاد عیسی میره و او رو شفا میده فریسی ها میان اون رو میگیرن اون رو پشیمون میکنن از شفا گرفتنش کی بود تو رو شفا داد چرا امروز تو رو شفا داد اگه راست میگی اون کی بود چرا اومد چه شکلی بود باباش کی بود ننش کی بود طرف کوره میگه آقا به خدا من نمیدونم من کور بودم الان بینا شدم شک میکنن اصلا کور بوده میرن پدر مادر کوره میاد پدر مادر میگه آقا ما نمیدونیم اصلا بچه ما تو خیابون یه اومد دیدیم چشاش باز شده انقدر فریسی ها اینو سینجیم میکنن طرف پشیمون شد اصلا از اینکه میگه آقا من کور یعنی دیگه فقط نگفت من کور پرسنن کی بود چی بود چی کار کرد تو چجوری چشت باز شد گو ببین من هیچ چی نمیدونم تو باب نه آیه 25 میگه من هیچ چی نمیدونم که ایسا کیه ایسا چی کار میکنه ایسا کی هست کجا بوده چی کار کرده من فقط یک چیز میدونم من کور بودم و الان بینا شدم این عزیزان این همین یک جمله که من کور بودم و الان بینا شدم من در گناه بودم الان گناه های من بخش من اصلا ایسا رو نمیشناسم اصلا نمیدونم ایسا که فقط میدونم من در باطلاق و سیاهچال گناه بودم در افسردگی بودم در, مر... در درد بودم در مرض بودم الان آزاد شدم من محکوم به جهنم بودم الان میدونم که جای من در آغوش خداست من باید میرفتم و به خاطر گناهانم داوری میشدم اما الان نجات پیدا کردم من هیچ چی نمیدونم من میدونم من آرش میدونم که من در سن 24 سالگی مرده متحرک بودم و ایسا منو زنده کرد این تنها جمله ای که من به همه میتونم بگم من یک مرده متحرک بودم و ایسا منو زنده کرد و این نه الهیات میخواد نه کتاب مقدس میخواد نه هیچی عزیزان رفتن و بشارت دادن رفتن به سراغ مردم این دنیا نیاز نیست تو عضو گروه بشارتی خاصی باشی اگر تو روح القدس رو داری چه کسایی اینجا مطمئن روح القدس رو دارند اگر تو روح القدس رو داری تو عضو گروه بشارتی عیسی هستی اگر تو روح القدس رو داری تو مس شدی برای بشارت اگر تو روح القدس رو داری تو جدا شدی برای بشارت اگر تو روح القدس رو داری روغن خدا بر سر تو هست تا تو بری و بشارت بدی بدون که کسی بخواد این ماموریت رو به تو بده اما خوبه بدونیم یه موقع جومونم حالا جو بگیره اتفاقا در این قسمت خوبه اما بدونیم آماده باشیم با چه چیزهایی روبرو میشیم همیشه هم بشارت دادن آسون نیست مخصوصا توی آلمان خیلی سختتر از فکر مطمئنا ترکیه هست ترکیه خب خیلی مردم باست اینجا خیلی سختتره اما بدونیم که همیشه مردم نسبت به پیام ما عکس خوب نشون نمیدن عکس طبیعی نشون نمیدن همه مثل اون خانوم نایس نیستن اینو بگیرن بگن مرسی واو اما ما نباید فکر کنیم که اگر شخصی پیام ما رو رد میکنه دست ما رو رد میکنه ما رو مسخره میکنه ما باختیم نه هرگز عزیزان ما نباختیم ما در هر صورت از موزه برد برد داریم میریم جلو در بشارت چه طرف مقابل پیام ما رو بپذیره چه نپذیره چه مسخره کنه چه رد کنه هر اتفاقی بیفته در هر صورت ما اونجا برنده هستیم و این رو ما باید بدونیم این اتفاق فقط با من و شما نیست یه موقع ما میریم فکر می‌کنیم خب من زیاد آماده نبودم من دعا نکردم حالا شاید خوب صحبت نکردم یا مثلا چیز خاصی نبود طرف منو مسخره کرد نه دیگه از پولس رسول که ما بهتر که بزرگتر که نیستیم رسول امتها بود که پولس اگه کسی بهتره خدا رو شکر برای وجودش با پولس هم این کار کردم موقعی که پولس به آتن رسید شهر زیبا و نفسگیر آتن <laughs> که همونجوری که نفس پولس رو گرفت حقیقتا پارسال نفس من رو هم گرفت وقتی که رسید در اول باب 17 کلام نوشته خود پولس نوشته وقتی که در اون شهر گشت منقلب شد از زان ما که در یونان بودن الان اینجا هستن و دید خدایان بسیاری اونجا بودن بالاخره رفت گشت و گفت من از وسط این همه خدا چیکار کنم و چیکار نکنم یهو دید یه سنگ خالی هست اون گوشه کنار واقعا اینم خیلی حکمت پولس بود دید نوشتن تقدیم به خدای ناشناخته رفت به آتنیا آفرید آف چقدر شما بچه های خوبی هستید من از هر نظر شما را دیندار یافتم پولس گفت از هر نظر حالا یکی داشت گاو رو می یکی خورشید رو یکی اصلا الهه روابط جنسی رو میپرستی گفت من از هر نظر شما رو دیندار یافتم یه دونه مذبح پیدا کردم هیچ چی روش ننوشته بود تقدیم به خدای ناشناخته و من اومدم اون رو به شما معرفی کنم اینو ما یاد میگیریم ما به باور و مذهب دیگران بی احترامی نکنیم یه مسلمان میبینیم نه اسلام از شیطان طرف همونجا میره دیگه اصلا هرگز <تصفح> خیلی مهمه ما چطور صحبت میکنیم و شروع کرد خبر خوش رو با اونها در میگذاشت اما اونها چطور جواب دادن؟ اعمال رسولان باب 17 آیه 32 و 34 میگه چون درباره رستاخیز از مردگان شنیدن برخی پوزخند زدن از اون به پولس برخی به پولس رسول پوزخند زدن پس اگه به من و شما پوزخند میزنن ما به دل نگیریم پوزخند زدن مسخره کردن دیگران گفتن میخوایم در این باره از تو بشنویم بدین گونه پولس مجمع را ترک گفت اما تنی چند به دو پیوسته ایمان آوردند سه حالت عزیزان پیش اومد برای پولس که میتونه برای من و شما پیش بیاد ای مسخره میکنن ای رد میکنن ما ناراحت نشیم ما ناراحت نشیم ما به دل نگیریم امکان داره ای باشن بخوان باز بیشتر بشنون براشون جالب باشه حرفای ما این چیه؟ چی توش نوشته چی تو این کتاب؟ به چی شما باور دارید؟ اونجا هست که ما میتونیم با این افراد وقت بزنیم و ای میگه ایمان میارن ما تمرکزمون رو نذاریم رو افرادی که ما رو رد میکنن ما رو مسخره میکنن تمرکز اتفاقا روی افرادی باشه که میخوان بیشتر بشنون و قلبشون رو باز میکنن و ایمان میارن و ما میتونیم استفاده کنیم از این مورد و یک حالت چهارمی هم میتونه پیش بیاد که اتفاقا من خودم تجربه کردم به اعمال رسولان اضافه میکنم در آتن که ما بودیم روزی رفتیم توی پارک الکساندر پارک و رفتیم بشارت دادن و خب اونجا خیلی عزیزان افغان خیلی زیادتر میشن و دقیقا هم سه چهار روز بود بعد از حمله طالبان بود به افغانستان که خب دیگه میگفتیم از هر نظر یعنی افغان ها واقعا اونجا قلباشون خیلی باز بود عزیزان افغان توی آتن تو یونان یعنی بیشتر از اینکه ایرانی ها ایمان بیارن افغان زبان ها ایمان میارن و خیلی قلبشون باز بود و این اتفاق هم خیلی بیشتر قلب ها رو باز کرده بود و ما استفاده میکنیم یک روزی من رفتم دم یه برادری نشستی یه آقای نشسته اونجا داشت انگور می‌خورد، انگورام دلتون نخواد انقدر خوشمزه است انگورای آتن یونان تابستون من به بهانه این انگور رفتم پیشش نشستم صحبت کردم و اینا شما چطوری و اینجا از گفت آره من زن و بچه‌م اینجا بودن رفتم من منتظر بودم پاسپورتمو بگیرم طالبان حمله کرد سفارت افغانستان بسته شد و معلوم هم نیست کی باز میشه منم نمیدونم کی میتونم برم و خیلی شرط بدی داشت خیلی ناراحت بود و گفتم عیسی مسیح رو میشناسید من میخوام با شما در مورد عیسی مسیح صحبت کنم آقا یهو یه که گفتم الان طالبان و اینا اینجوری شده اینا نه اسلام اصلا این چیزی که شما میبینید تو افغانستان این نیست اینی که تو ایران میبینید نیست این طالبان اصلا مثلا یعنی شروع کرد تمام این گروه های تروریستی و اینا رو از اسلام جدا کرد و شروع کرد از خوبیهای اسلام بر من گفت اصلا یه چیزای عجیب غریب و جدید و من انقدر هم داشت صحبت میکنم من فقط در حین حرف زدن میکنم خدا من الان باید چی بگم یک سر پشت سر هم طالبان اصلا این نیست اون اصلا این نیست اسلام انقدر خوبه اسلام اینه و داشت میگم منم هم داشتم گوش میدادم یعنی یه ده دقیقه دیگه حرف میزد من اونجا به دین مبین اسلام مشرف میشدم اینقدر که از خوبی های اسلام گفت اصلا تو مسیحی ها این چیزایی نشده بودیم به خدا من یهو به خودم اومدم آقا ده, ده دقیقه از این طرف میزنه من میخواست من رفته بودم بشارت بدم اینطوری به من بشارت میده خدا من دعا, دعا کردم و اینا گفتم خدا من هیچ چی بزنم گفتم اوکی ببین الان اصلا شاید مناسب نیست تو اینا فقط لحظه یه چیزی در قلبم گفت براش دعا کن خب میخوام بگم حساس باشیم به روح القدس در بشارت هامون حساس باشیم پیش کنم اوکی من فقط خیلی دوست دارم در آخر برای تو دعا کنم از همسر دوری از بچت دوری که برسی فقط تو میدونی که من در نام عیسی مسیح دعا کن یکی یکم هم ناراضی نبود حالا راضی ناراضی بود من دستمو گذاشتم گفتم اوکی سری چشمو بستم که چیز نکنه فاش شروع کردم برای دعا کردن خدا واقعا تو پدر هستی و هم پدر هم دعا کردم و در همین واقعا تا اون لحظه میخوام اینو بگم من واقعا فکر می کردم که من این بشارت رو من باختم و من خراب کردم چون رو خود نگاه هم رو من بود و موقعی که من شروع کردم برای این شخص دعا کردن که لحظه چشم باز کردم و دیدم که از هر دو تا چشم او یک قطر اشک اومد و اونجا بود گفتم تموم شد توی اون دعا یک چیزی در قلب او تکون خورد بعدش نخواست اصلا با من صحبت کنه منم از حالتش متوجه شدم و سریع خدافزی کردم رفتم از ما در هر صورت وارد یک بازی برد برد میشیم که باختی برای ما نیست وقتی روح القدس رو داریم و به او حساس هستیم چون همین که ما این قدم رو بر میداریم و به سمت افراد میریم پولس میگه قدرت خداست قدرت خداست در دست ما برادر و خواهر عزیز من دوست عزیز ایماندار که اینجا هستی پیام رو میشنوی یا میبینیم فارسی زبانان زیادی در شهر هامبورگ هستند. ایرانی ها و افغان های زیادی هستند که هنوز خبر خوش رو نشنیدند. نجات و رستگاری رو دریافت نکردند و افراد زیادی هستند این بزرگترین درده که اصلا نمیدونن گم شدن که باید پیدا بشن. یه یه نفر میدونه میشنوه رد میکنه اما شخصی که اصلا نمیدونه و شاید من و تو هر روز از کنار این افراد رد میشیم شاید در کوچه ما هستن، در محله ما هستن، در کار ما هستن، در کلاس ما هستن افرادی که مشکلات این دنیا هر روز داره بیشتر از قبل اونها رو خورد و له میکنه من امروز داشتم این کلام این قسمت رو آماده میکنم به این فکر میکردم من اگه تو این دنیای این چنینی خود من اگه ایسا رو نداشتم یه لحظه تصور کنید ایماندارا در این دنیایی که هر روز پر از سختی و رنج اگر ما ایسا رو نداشتیم وضع ما چی بود؟ من اصلا خودم رو نمیتونم زنده تصور کنم واقعا میگم واقعا بدون اقراق با سختی ها و درد هایی که در چند سال اخیر بود اگر عیسی نبود حالا ما که عیسی رو داریم باز سختی میکشیم باز جاهای احساس میکنیم و فکر کنید یه لحظه مردم بیرون تو این سختی ها تو این درد ها عیسی رو ندارن هیچ دستی رو ندارن که بهش آویزون بشن هیچ آغوشی رو ندارن که تو خلوت برن توش هیچ فیزی رو نمیشناسن که بهشون قوت بده که عبور کنن و چقدر بعضی وقتا من و شما فقط به فکر بهتر شدن زندگیمون حالا اینو داریم یه چیز دیگه داشته باشیم حالا اون و افراد زیادی که از کنار من تو عبور میکنن و جالبتر اینجاست که ما بدونیم راه حل بیرون اومدن اونها از اون شرایط تو دست ماست تصور کن که تو همین الان یک داروی برای سرطان پیدا کنی و تو مطمئنی هر کسی که این سرطان رو داره این دارو رو بخوره خوب میشه چیکار کار میکنی؟ چیکار میکنی؟ تو داروی داشته باشی که میدونی درمان هر دردیه وقتی این کلام تو دست تو میری به سمت یک نفر میگی دوست عزیز من یه هدیه برای تو دارم این کتاب زندگی منو عوض کرد میخوام به تو هدیه بدم اگر دوست داری این کتاب رو بخون و اون میتونه این کتاب زندگی اون شخص رو عوض کنه از آن امروز میخوایم با هم به میز اشا نزدیک بشیم میزی که به ما کمک میکنه تا شاهدان بهتری برای عیسی باشیم یکی از اسامی عیسی در کتاب مقدس که یک بار فقط این اسم اومده در کتاب مکاشفه باب یک آیه پنج اسم عیسی اومده شاهد امین شاهد امین و اون اسم رو این هویت آسمانی رو در خودش داره که به من و تو بخشیده من و تو هم ارث با عیسی هستیم آمین و شاهد امین اسمی هست که عیسی به من و تو میده تا به خودمون بگیریم تا در این اسم زندگی کنیم امروز بیاییم با یک دید متفاوت به میز اشان نزدیک بشیم یک عهد تازه ای با او ببندیم شاید شاید نه برای همه برای بعضی برای خود من هست قبلش باید از این شاهد امین طلب بخشش کنیم که خیلی جاها ما شاهد امین نبودیم خیلی جاها من از انجیل مسیح آر کردم خجالت کشیدم و دهنم رو بستم میتونستم بگم و نگفتم امانتدار خوبی نبودم من اونجا و نه با محکومیت و با سرزنش خدا هیچ موقع ما رو محکوم نمیکنه بلکه با شادی بلکه با امید بلکه با نیاز و احتیاج به این میز نزدیک بشیم تا قوت بیابیم برای اینکه این اتفاق بزرگ در ما تبدیل بشه از آن خدا قادر از تک تک ما استفاده کنه تا این شهر نجات پیدا کنه همونطوری که از اون شاگردان ترسوی که شاید تو خیلی جاها به درد نمیخوردن و از اوضاع زندگیشون از خیلی از ما داغونتر بود استفاده کرد و حاکم وقت گفت کسانی که ربع مسکون رو شورانیدند خدا میتونه از من و تو از کلیسای ما استفاده کنه تا بیرون بگن کلیسای آلفا آمیگا کلیسایی است که این شهر رو داره به آشوب میکشه خدا قادره موقعی که نبا به خودمون، به کمی های خودمون، به ناتوانیهای های خودمون، به ضعف ها و ترس های خودمون، بلکه به روح القدسی نگاه کنیم که بر ما میاد تا ما قوت بیابیم تا شاهدان او باشیم. بیاین چند لحظه با هم در دعا روی خداوند رو بطلبیم تا او ما رو یک ملاقاتی تازه بکنه. هللویا خداوند. و در این ملاقات او از ما شاهدان بسازه چند لحظه شاید به پیام امروز فکر کن به آیاهایی که شاید شنیدی به کلامی که خدا با قلب تو صحبت کرده اول از همه به نام ایسای مسیح اگر هر محکومیتی بر هر کسی شیطان در حال وزوز وز کردن هست به نام ایسای مسیح محکومیت ها رو از تو بر می دارم چون کلام خدا در رومیان باب هشت آیه ای میگه برای کسانی که در مسیح عیسی هستن هیچ محکومیتی نیست پس صدای محکوم کننده بر تو بسته باشه و بگذار صدای پدر رو بشنوی صدای عیسی رو بشنوی که با تو صحبت میکنه هفته پیش شنیدیم و گفتیم لبه که خداوند من رو بفرست و امروز خداست که میخواد من و تو رو تجهیز کنه که فرستاده بشیم ای خداوندا ما رو ملاقات کن ما رو ملاقات کن ای خداوند در پی قدم های تو مرا نزدیکتر ببر نبر در خانه خود بلکه عمیقتر به دستم در دستان توست چون از سحا بگذرم چه عجیب و حیرت ساز چون در خودت پی قدم های تو مرا نزدیکتر ببر نه بر در خانه خود بلکه عمیقتر ببر دستم در دستان توست چون از سرها بگذرم چه عجیب و حیرت ساز چون در قدسد زانو زنم میشه نفم ستایش ها فریاد شوق و سرور اما مرا جلوتر و به حضوری پر زنود خواهم جلالت را بینم از پس پرده قدس چون با خونه بر آیم که شد قربانین خست میخواهم زیبایی رویت را بینم مرا ملاقات کن مرا ملاقات کن در شاه میسا جلالت را ببینم مرا ملاقات کن مرا ملاقات کن در شبی که او را تسلیم دشمن کردند نان را گرفت شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما این را به یاد من به جای آورید به همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید زیرا هرگاه که این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند را اعلام می کنید تا زمانی که باز آید پس هر که به شیوه ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است از همین روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمار و شماری نیز خفتند اما اگر بر خود حکم می کردیم بر ما حکم نمیشد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکند، تعدیب میشویم تا با دنیا محکوم نگردیم. با هم میخوایم عزیزان برای اشا دعا کنیم. از خواهرم فاطمه دعوت میکنم که همراه من بیاد و برای اشا دعا کنیم. ما هم خیلی خوب میشه در این مطابق آیاتی که خوندیم قلب خودمون رو تفتیش کنیم اگر گناهی در ما هست، اگر کینه نبخشیدن، و هر چیزی که در ما هست بین مخصوصا برادر و خواهرها خوب میشه که توبه کنیم تا با شایستگی به این میز نزدیک بشیم. آمین.